سلام همگی، به کانال من خوش اومدین. امیدوارم که ویدیو یوتیوب منو خوشتون بیاد ازش. الان من توی انگلیس هستم و ما باید الان آیسولیت کنیم. امروز در اصل روز دومی هستش که همه میتونن برن دیگه، کشور باز کردم و مغازه باز شدن، رستوران ها باز شدن تا ساعت 11 شب و همه دیگه میتونن برن بیرون. ولی من امروز گفتم که بشنم برای شماها یک ویدیو یوتیوب فارسی بکنم، چون خیلی ها هستن که همش از هم انقدر سوال پیغام میفرستن روی اینستاگرام که دوست دارم که همه، هم روی اینستاگرام هم روی یوتیوب، دوست دارم که پیغاماتون رو هر چقدر میتونم جواب بدم. و روی اینستاگرام من ازتون پرسیدم که به هم بفرستین همه سوالایی که در مورد من دوست دارین بدونین و من سعی میکنم که هر چقدر از اونا رو که بتونم جواب بدم. و خیلی سوال برام فرستادین راستش بگم و سعی میکنم که بیشترشون رو بخونم و بهتون بگم، ولی لطفاً ببخشید از اول بگم که شاید بعضی حرفا رو من به فارسی متوجه نشم، یعنی فکر میکنم فارسی خیلی ها رو میفهمم ولی اگه بعضی ها هستش که نمیتونم درست بخونم ببخشید. فارسی در انگلیس یاد گرفتم، من فقط 3 سالم بود آمدم انگلیس، واسه همین سعی میکنم که هر چقدر بتونم و جواب بدم. خب روی اینستاگرام من ازتون پرسیدم که شماها چه سوالایی میخواین از من بپرسین و خیلیاتون خیلی سوال برام فرستادین. اینم همه سوالا هستش. از اول شروع میکنم. خانم happy to be 3 نوشتن، یا آقایی که happy to be 3 روی اینستاگرام نوشتن که در مورد اینکه از چند سالگی به لندن مهاجرت کردین و شما و خواهرتون ایران دنیا اومدین یا انگلیس. خب من وقتی که آمدم انگلیس 3 سالم بود و سپیده توی انگلیس به دنیا آمده، ولی من و سلماز نه، ما توی ایران به دنیا آمدیم، در اصل اتفاقا توی مشهد به دنیا آمدیم هر دوتامون. فکر میکنم سلماز توی مشهد به دنیا آمده. آره، من و سلماز هر دوتامون توی مشهد به دنیا آمدیم. و وقتی که آمدم انگلیس من هم کودکستان همه درسامو توی انگلیس خوندم، واسه همین در اصل زبونم اول فقط انگلیسی یاد میگرفتم، ولی تنها دلیلی که فارسی بلدم صحبت کنم هست چون که مامانم اینا اجازه نمیدادن که ما توی خونه انگلیسی صحبت کنیم اصلا. و اون زمانی که ما آمدیم انگلیس اصلا اونقدری ایرانی نبود توی انگلیس، واسه همین هیچ جوری نبود که بتونیم فارسی رو یاد بگیریم مگر اینکه فقط با مامان بابام صحبت کنیم. و شاید برای اونا خیلی آسون تر می شد که اگه ما انگلیسی صحبت می کردیم و اونا انگلیسیشون قوی می شد، ولی خب اونا یکم فداکاری کردن و به جایی که به فکر انگلیسی خودشون باشن به فکر فارسی ما بودن و همش بهمون میگفتن که باید فارسی صحبت کنیم توی خونه. ولی من روزای شنبه برای چند سال رفتم مدرسه ایرانی فقط برای روزی 4 ساعت و اونجا یاد گرفتم که چجوری فارسی بنویسم و بخونم. ولی خب اونقدم اونا سختگیر نبودن، واسه همین که بگیم فارسی خوندنم، من بیشتر فارسی خوندنم فکر می‌کنم دیگه خیلی قوی شد از کمک شماها و همه کامنت هایی که فارسی نویسین سعی میکنم بخونم. ولی خب بله، اینم جواب شما بود، امیدوارم جواب داده بودم. خب سال دوم، آقای پویان نوشتن که عشقم ساینا جو، من توی زندگیم فقط عاشق یه دختر شدم، اونم تویی. مرسی و مطمئن باش میام لندن و تو رو خواستگاری میکنم. مرسی آقای پویان، شما لطف دارین. ولی سوال نبود، داشتین بیشتر میگفتین. خب سال بعدی به انگلیسی نوشتن که بهترین عطرتون چیه که خیلی دوست دارین. من عطرامو سعی میکنم همش عوض کنم و به یه بو همیشه استفاده نکنم و من سلماز سپیدم هیچ وقت عطرامون مثل هم نیستش.
که خیلی جالبه. همیشه عطرامون هر ستامون عطرای مختلف استفاده میکنیم که بوی همدیگر ندیم. ولی الان من خیلی از عطر لنکام خوشم میاد. یکی داره لنکام بود بوکی و من این خیلی دوست دارم، یکی از عطرای مورد علاقه من الان. یکی نوشتن که چند سال انگلیس زندگی میکنید؟ ما الان فکر میکنم حدودا تقریبا نزدیک 30 ساله که انگلیس زندگی میکنیم. ازدواج کردین؟ نه، ازدواج نکردم. نه من سوناز نه سفیده هیچ کدومون ازدواج نکردیم. شهناز خانم نوشتن که چرا شما دیرتر از سفیده دارین فوق تحصیل میشین در رشته پزشکی؟ چون که سفیده دانشگاهش پزشکیش 5 ساله ولی پزشکی من که توی لاتویا دارم میخونم طولانی تره، ولی انشالله دیگه امسال تموم میکنم و میتونم کار بکنم. یکی نوشته که وقتی که داری درس میخونی در چجوری درس میخونی، چی میپوشی که درس میخونی؟ اوکی. وقتی که من درس میخونم اتفاقا اینم لباس تو خونم هستش، یه بلوز همینطوری یه کاردیگن پوشیدم با یه دونه بلوز عادی. یکی نوشته که اهل کجایین؟ خب من در اصل ایرانی هستم، توی ایران به دنیا آمدم، در مشهد دنیا آمدم، ولی تمام زندگیمو توی انگلیس زندگی کردم و الانم چند ساله دارم توی لاتویا درس میخونم، پزشکی میخونم. سال بعدی هستش که بینیتون رو عمل کردی؟ نه، این سال خیلی ازم میپرسن و نه من نه سرماز نه سهیده هیچ کدوممون هیچ جامون عمل نکردیم. ولی وقتی که میرم ایران همیشه ازم میپرسن که بینیتونو کی عمل کرده. هر کس بینیمون عمل نکرده، ولی اگه کسی میخواد بینیشو عمل کنه، من خیلی از دوستام انقدر بینیاشونو زیبا عمل کردن و طبیعی واقعا خیلی زیباست، واسم پیغام بدیم به من، بهتون ازشون میپرسم دکترشون کی بود، تو ایرانم بود دکترشون، و بهتون میگم که شما هم برین اونجا ببینین، یعنی نگاه کنین ببینین به دردتون میخوره یا نه. سال بعدی هستش که چرا با خواهراتون این استتیکو شما هم جوین نکردین؟ به خاطر این که دلیلی که من جوی نکردم هست چون امسال وقت ندارم که اون انرژی رو بدم برای این کار و بیشتر انرژیمو گذاشتم برای اینکه درسم تمام بشه. و ما یه جوری هستیم هر ستامون که اگه وقتمونو به یه چیزی میدیم باید همه وقتمونو به اون چیز بدیم و فکر نمی کنم که عادلانه باشه روی سلماز و سفیده که من بیام الان عضو این مرتب بشم وقتی که نمیتونم اون وقتی که دلم میخواد بدم. ولی انشالله وقتی که این تابستون منم عضوشون میشم. خب سوال بعدی هستش که شکمتون رو چجوری شما اینقدر تخت نگه میداری؟ میدونین چیه، من حتی وقتی کم وزن میذارم چاق میشم شکم در نمیارم. فکر میکنم که مدل هیکلم هستش که اینطوری، چون همه جای بدنم جای دیگه هستش که مثلا وقتی وزن میذارم اونجا شاید بزرگتر بشه، ولی شکمم اینطوری نشده. ولی برای شکم بهترین چیز هستش که برنجتون اونقدر برنج نخورین، چون برنج و نون مخصوصا خیلی شکم میاره. برنج، نون و مشروب، واقعا من دیدم هر کسی من میدونم که شکمش بزرگه به خاطر یکی از این ستاست. آقای علی سیروس به انگلیسی نوشتن که دوست داریم با یه مرد پولدار ازدواج کنین یا یک آقایی که caring هستش، یا یک کسی که دوست داشته باشه منظورشون هست. فکر میکنم که پول مهمه، ولی که بگی که اونقدر مهمه که بخوای بری فقط با یک کسی ازدواج کنی به خاطر پول، نه من قبول ندارم. فکر میکنم که یک آدمی که من خوشم میاد با یکی ازدواج کنم که قلبش خوب باشه، مهربون باشه،
مثل خودم شوخ باشه و منو بفهمه و سطح فکر کردنمون یکی باشه. اون فکر کنم مهمترین چیز برای من هستش که دوستان با یکی باشن که سطح فکر کردنمون یکی باشه. آره امیدوارم سالتون جواب دادم. اگه پزشکی نمیخوندین چی میخوندین؟ اگه پزشکی نمیخوندم خدایا چیکار میکردم؟ فکر میکنم اگه پزشکی نمیخوندم هنرپیشه میشدم، چون مامانم همیشه میخواستش که من هنرپیشه بشم. وقتی که هم بهش گفته بودم که میخوام پزشکی بخونم طفلک خیلی ناراحت بود. من میگفت من خیلی دوست دارم تو هنرپیشه بشی. خودم هم فکر میکنم اگر پزشکی نمیخوندم هنرپیشه میشدم، ولی فکر میکنم تنها مشکل میبود که من وقتی که خندم میگیره نمیتونم خودم کنترل کنم، همینطوری شروع میکنم خندیدن. واسه همین این فکر میکنم یه مشکل بزرگی میشد که شاید دلم میخواست هنرپیشه بشم، ولی از این که منو به عنوان هنرپیشه قبول کنن یه چیز دیگه است. آقای مقصود، ببخشید اگه اسمو درست نمیگم، نمیشتن که چرا تنها زندگی میکنی؟ من تنها زندگی نمیکنم، اتفاقا توی لندن با همه خانوادم زندگی میکنم، مامانم و بابام و خواهرم سپیده و حتی سرمازم تو طول هفته شفیلد هستش، داره کار میکنه اونجا، ولی اون ویکندا برمیگرده. و خودم الان موقع کرونا چون که هستش همه جا همه کشور رو بستن، تو انگلیس هستم و تو بیمارستان تو لندن کار میکنم برای تجربه کاری، وگرنه منم توی لاتویا زندگی میکنم تو طول هفته و توی ویکند برمیگردم، پرواز میکنم برمیگردم انگلیس. نوشتن که قصد اومدن به بیجند یا مشهد رو ندارین؟ چرا؟ من خیلی دلم میخواد که بیام ایران و واقعا عاشق بیجندم، عاشق مشهدم، خیلی دوست دارم اونجا رو، از بسی که مردم خوبی دارن داریم، ببخشید، مردم خوبی داریم. من مامانم بیجندی هستن و بابام از عراق هستن و خودمونم توی مشهد زندگی کردیم تا وقتی که من 3 سالم بود و هر موقعی که میریم ایران همیشه میریم همه اینجا و تهرانم میریم. واسه همین واقعا من خیلی دوست دارم همه رو، توی بیرجند، توی عراق، توی تهران، توی مشهد، خیلی آدمای خوبی هستم و واقعا خیلی دلم تنگ شده. از خودم انشالله وقتی که اوضاع کرونا یکم بهتر شد 100% اولین کاری که میکنم هستش که میام ایران و میام مشهد و بیرجند و تهران و عراق، همه جا 100%. یکی نوشتن که قدت چیه؟ خب من 165 سانتیمتر هستم، نمیدونم دیگه حالا این چند فیت هستش، ولی 165 سانتیمتر هستم. خب بچه خیلی سوال هستش، سوال آخر دیگه جواب میدم و ببینم یه سوالی که خوشتون بیاد ببینم چیه. سوال آخر که میدونم که خیلیاتون واقعا هم میخواییم بدونین که همش میپرسین هستش که اگر با یکی ازدواج کنی یا دوست پسر داشته باشی میخوای خارجی باشه یا ایرانی؟ اینو خیلی ها ازم پرسیدن و راستش بگم برام مهم نیستش کجایی باشه، فقط آدم خوبی باشه، این فقط برای من واقعا مهمترین چیز هستش و مهربون باشه، سطح فکرش مثل من باشه. و بزرگترین چیز کسی که خیلی غیرتی نباشه، میدونی این مثلا اونایی که اضافی غیرتی هستن، مثلا با کی صحبت میکنی، کجا هستی، چی کار میکنی، واقعا با مامانتی، نمیدونم. خیلی از دوستامو دیدم که دوست پسراشون اینطوری هستن و همش به خودم میگم بار خدا نیاره من خوشم نمیاد. حتی دوستام که پسرن دیدم دوست دختراشون اینطوری هستن ها، یعنی از دو طرف. واسه همین این یه چیزی که واقعا خوشم نمیاد، خودم اینطوری نیستم و دوست ندارم با یه کسی که اینطوری باشه ازدواج بکنم. واسه همین امیدوارم بچه خوشتون اومد از این ویدیوی من، امیدوارم یکم با من آشنا شدین.
خیلی دوستتون دارم. قد دنیا. اگه سوالی هستش که جواب ندادم و برام فرستادین، پس لطفاً روی اینستاگرام پیغامم بدین و الان جواب میدم همه سوالاتون. اینستاگرام من هست Persian Honey که این پایین اینجا مینویسم و خیلی دوستتون دارم. هر ویدیوی دیگه‌ای که از من دوست دارین ببینین لطفاً بنویسین. سعی میکنم که ویدیوهای ایرانی و فارسی زبون بیشتر براتون بذارم. اگه ویدیو رو دوست داشتین یادتون نره همین الان این دکمه لایک رو بزنین و پایینم سابسکرایب کنین. همین پایین این قرمزیه که هستش اونو بزنین و هر موقعی که من ویدیو میذارم بهتون خبر میده که ویدیو جدید من اومده. خیلی دوستتون دارم، عاشقتونم. قدر دنیا. مواظب خودتون باشین.